یادم میاد 15 ساله که بودم نخستین بار بود که به گفته های پدر جان وسلی برخوردم یه زمانی پدر جان وسلی براش نوشته بود شهادت از درون پسرم شهادت درونی مدرک و سنده قوی ترین مدرک اثبات مسیحیت است این عبارات رو شما میتونین در صفحه 100 جلد دوازده آثار وسلی پیدا کنین و پیش از اینکه شما فکر کنین من در بچگی نابغه بودم که تونستم به جلد دوازه آثر وصلی برسم باید عرض کنم در اصل نخستین باری که به چندین کلماتی برخوردم در یک فیلم درباره جان وسلی بود و فکر کنم چون اون زمان من یک مسیحی جوان پرشور بودم و کار روح القدس برای من خیلی قوی بود و این کلمات توی ذهن من نقش بستن شهادت از درون پسرم شهادت درونی مدرک و سند است قوی ترین مدرک اثبات مسیحیت است من کاملا مطمئن نیستم منظور پدر ویسلی از این گفته چی بوده ولی یقینا درباره کلمات برجسته پولس در رساله به رومیان پانزده صحبت میکرده که میگه از آن روح که روح بندگی را نیافته اید تا باز ترساند شوید بلکه روح پسر را یافته اید که به آن ابا یعنی ای پدر ندا می کنیم همان روح بر روحهای ما شهادت می‌دهد که فرزندان خدا هستیم ما فقط به برخی از جنبه‌های کار روح القدس فکر کردیم و به هیچ وجه تمام. تعالیم کتاب مقدسی رو در باره روح القدس به طور کامل جستجو نکردیم ولی میخوام مطالعاتمون رو با هم با تفکر در باره روح القدس از دیدگاه و گفتمان پولس در اینجا یعنی روح پسرخواندگی به پایان برسونیم یک عبارت خیلی جالب در کتاب سوم مبانی اعتقادی کالوین وجود داره که در اون کالوین از کار و مأموریت روح القدس در زندگی ایمانداران صحبت میکنه در اونجا اینطور میگه اصلی ترین عنوان برای روح القدس این کلمات خود کالوین هستند نخستین عنوان روح القدس روح پسر است کالوین کتاب مقدس رو به خوبی می که این موضوع رو بدونه که از لحاظ تاریخ شناسی این نخستین عنوان برای روح القدس نیست روح القدس در هیچ جا به جز رساله های پولس به رومیان فصل 8 و قلاتیان فصل چهار روح پسر نامیده نشده منظورش این نبوده که این عنوان نخستین عنوانی بوده که به روح القدس داده شده چیزی که در اصل قصد داشته که بگه این بوده که این عنوان برتری هست که به روح القدس داده شده این نخستین عنوان دارای رتبه بندی هست که به روح القدس داده شده و من فکر میکنم اون به درستی این حرف رو میگه چون وقتی تمام تعالیم عهد جدید رو درباره کار و خدمت روح القدس میخونیم در پایان کار متوجه میشیم که این همون علتی هست که روح خدا به ما داده شده تا ما در خانواده خدا تولد تازه پیدا کنیم که همچون پسران خدا زندگی کنیم و به ویژه این احساس داشته باشیم که واقعا فرزندان خدا هستیم میدونین شاید بشه تمام فصل هشت رساله پولس به رومیان رو در دو عبارت خلاصه کرد با خبر خوشی شروع میشه که به ما میگه برای کسانی که در عیسی مسیح هستن هیچ محکومیتی وجود نداره و با این عبارت تمام میشه که هیچ چیزی نمیتونه کسانی رو که در مسیح هستن از اون جدا بکنه دلیلش اینه که خود ما رو از هسته محکومیت گناهکاران بیرون آورده و به خانواده خودش وارد کرده خدا خودشو پدر آسمانی قرار داده تا از همه چیز برای خیریت کسانی استفاده کنه که اونو دوست دارن و فرزندانی که به خون خریده شدن سرانجام به شباهت پسرش خداوند ما عیسی مسیح در بیان این همه زندگی مسیح هست و هدف کار روح القدس اینه که ما رو وارد خانواده خدا کنه به ما اطمینان باطنی بده که ما به خانواده الهی تعلق داریم و به ما قدرت بده که همچون فرزندان این خانواده الهی زندگی کنیم کدوم پدر اینا رو برای فرزندانش نمیخواد و این چیزی هست که پدر آسمان برای فرزندان خودش میخواد که ما باید بتونیم به اون نگاه کنیم و بهش بگیم پدر یادتون هست در ابتدای درسها درباره روشی فکر و مطالعه کردیم که در کلام مقدس خدا در عهد عتیق گاهی حضور روح خدا و آشکار شدن روی خدا ارتباط خیلی نزدیکی با هم داشتن این نقطه اوج ای تعالیم کتاب مقدسی هست یعنی روح خدا که از طریق عیسی مسیح بر ما عطا میشه چهره نخستین اغنوم از تسلیس اقدس رو برای ما آشکار میکنه یعنی چهره پدر آسمانی ما رو آشکار میکنه این یکی از دلایل و نه فقط تنها دلیل بلکه یکی از دلایلی که عهد جدید تقریبا از آغاز تا پایان پر از سخنان مسیحیانی هست که خدا را پدر آسمانی خودشون خطاب میکنن هر بار که دعای ربانی رو میخونیم اینو میگیم ای پدر ما که در آسمانی هر بار که کسی رو برادر یا خواهر خودمون خطاب میکنیم اینو اعلام میکنیم همه ما فرزندان پدر آسمانی هستیم این از یک لحاظ تمام توصیفاتی رو که برای مسیح بودن نیاز هست در بر میگیره ما فرزندان پدر آسمانیم او مثل یک پدر آسمانی مراقب ماست اون روح مقدس خودش رو به ما داده تا وجدان ما بفهمه موضوع چی هست من یک دوستی دارم که مبشر هست و اون و همسرش یک دختر کوچیک رو از کشوری که در اون خدمت میکنن به فرزند خاندگی پذیرفتن و من هرگز داستان اون رو فراموش نمیکنم که دوستم به من میگفت که چطور اون دختر کوچک از عضو یک خانواده بودن گذر کرد تا اینکه کاملا احساس کنه که عضو این خانواده ی جدید هست دوستم میگفت یکی از چیزهایی که سالها باهاش مشکل و چالش داشته همین دختر کوچک بوده که نمیتونسته به اون بگه پدر هرچند از نظر قانون دخترش محسوب میشده دوست من هر کاری میتونست کرد اونو مثل دختر خودش دوست داشت بهش تعلیم داد هر طور میتونست اونو در آغوش میگرفت اما هرگز حتی برای یک بار هم لغت پدر رو از لبان اون دختر نشنید تا اینکه یک روز با یک لنگ کفش رفت پیش دوست منو بهش گفت که بابا بند کفشم پاره شده دوستم میگفت میخواسته بره و از کفاشی براش بند کفش بخره چون خیلی هیجان زده شده بوده هر چند اون دختر طبیعتا بچه‌ی خانواده‌ی دیگری بود حالا وجدانش رشد کرده بود و میتونست بفهمه واقعا به چه خانواده ای تعلق داره میدونین وقتی ما از تاریکی به نور منتقل میشیم گناهکاران عادل شمرده شده هستیم به طور خودکار بلش این نیست که از نظر ذهنی و طبق وجدان ما از همه امتیازات انجیل برخوردار هستیم و همچنین روح القدس در زندگی های ما کار میکنه گاهی بدون درنگ هست گاهی می‌تونه پر از احساس باشه من فکر میکنم اغلب در زندگی مسیحی این یک فرایند آرام و عطا شده توسط روح القدس هست تا ما کاملا درک کنیم که فرزندان خدا هستیم و واقعا پسران او هستیم و این همون چیزیه که پولس تلاش میکنه تا تمرکز ما رو بر اون قرار بده و میگه از آن رو که روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان شوید بلکه روح پسر خاندگی را یافته اید که به آن ابا یعنی ای پدر ندا میکنیم شاید تعجب میکنین که چرا پولس از اصطلاح پسر استفاده میکنه آیا باور نداشت که خدا دختران هم داره؟ راستش میشه اینو توضیح داد شما عزیزانی که اثر برجسته جین آستین رو با عنوان غرور و تعصب خوندین حتما حدس میزنین منظور عبارت چیه؟ مشکل اون خانواده در کتاب غرور و تعصب چیه؟ مشکل اینه که آقای بنت فقط دختر داره خب مشکل دختر داشتن چیه؟ در اون دوران در سراسر دنیای غرب دختران هرگز از ارث سهم نداشتن و برای همین اینطوری خانواده ظاهرا همه چیز رو از دست میداد املاکش به نزدیکترین خیشاوند مذکر می که اینجا ظاهرا یک شخصیت منفور هست و در دنیای کتاب مقدس هم همینه دختران مشمول ارث نیستن تنها پسران ارث میبرند برای همینی که پولس از این ادبیات استفاده میکنه که شما چه مذکر باشین و چه معنیس چه طبیعتا یک پسر باشین یا یک دختر همه در مسیح پسران خدا میشن چون در مسیح ما اومدیم تا شریک ارسی پر جلال بشیم و پولس در آیات 18 و 19 بر این موضوع تاکید میکنه اون میگه زیرا یقین میدانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در مظاهر قرار شد هیچ است خب حالا این جلال چی هست حقیقت در آیه 17 اینه که ما فرزندان هستیم و ارث میبریم ارث از خدا و میراث در مسیح که تعیین شده تا با مسیح زجر بکشیم تا با اون جلال هم بیابیم پس خدا ما رو وارثان خودش کرده تا همه برکاتی که در عیسی مسیح در بالا برای ما اندوخته شده نصیب ما بشن و برای ما توسط روح خدا به کار گرفته بشن چون اون در دلهای ما به عنوان روح پسرخاندگی عمل میکنه در این عبارت نکته بسیار قابل توجهی هم هست که پولس اینطور بیان میکنه بلکه روح پسر را یافته اید که به آن ابا یعنی ای پدر ندا میکنیم الان دیگه متوجه میشین پولس چی میگه اون میگه یکی از کارها و ماموریت های روح القدس اینه که در ما کار کنه و وجدان ما رو نسبت به محبتی که پدر آسمانی برای ما داره بیدار کنه تا شهامت داشته باشیم که خدا را پدر خودمون بدونیم. این فقط بخشی از یک نیایشنامه نیست، بلکه یک واقعیت در زندگی‌های ماست. در حقیقت دوباره عرض می‌کنم که فعلی که پولس اینجا استفاده کرده، یک فعل خیلی برجسته است. اگر حتی شما زبان یونانی بلد نباشین، فکر می‌کنم بتونین بار معنای این فعل رو متوجه بشه. اون فعل هست کرازن. این یک فعل صدا یا ناماوایی هست این یک بیان واضح از نالی قوی هست در اصل این فعل در انجیل برای فریاد بلند عیسی روی صلیب به کار رفته در مزامیر یعنی نسخه یونانی مزامیر هم هست که میگه این بنده حقیر استغاثه کرد و خدا صدای ناله او را شنید آرام نیست مثل صدای جیغ یک نوزاد هست میدونین من این چیزا رو برای تفسیر این واژه شنیدم کار روح القدس اینه که ما رو به چنین حسی از آرامش بیاره که بتونیم مثل یک نوزاد در آغوش مادرش یا پدرش بخوابیم منظور پولس هرگز این نبوده پولس در اینجا از یک بحران میگه اینجا از رنج میگه داره از درد میگه داره درباره رویدادهای صحبت میکنه که باعث گریه و زجه من میشن و منو وادار میکنن که فریاد استقاسه بکنم شاید در خاطرات شما هم باشه به یاد میارین زمانی که در تعطیلات تابستانی توی پیاده میدویدین و جست و خیز می‌کردین و سرتون میخورد به یه جای خون از بینی شما جاری میشد و توی اون وضعیت رقت انگیز نخستین کاری که میکردین چی بود؟ اگر پسر بچه بودین داد میزدین بابا بابا کمکم کن و امیدوار بودین پدر بیاد و شما رو کمک کنه پولس از چنین تصویری استفاده میکنه نکته برجسته اینه من این موضوع عالی رو پیدا کردم این احساس که من بچه خدا هستم من پسر خدا هستم چیزی نیست که خدا فقط برای ده درصد از جمعیت مسیحیان رو برتر نگه داشته باشه میدونی اگه تو به فلان درجه از قداست برسی وقتی اوضاع خراب و سخت میشه اون وقت من میام کنار تو بهت کمک خواهم کرد خدا میگه نه ترین فرد مسیحی در ناگوارترین شرایط این اطمینانو در دل خودش داره که من پدر آسمانی او هستم و گواه این مدعا اینه که وقتی اون مسیحیان در چنان شرایطی قرار میگیرن فریاد نمیزنن ای خدا اگر تو وجود داری بلکه استقاسه میکنن ای پدر آسمانی بیا کنارم کمکم کن نمیدونم آیا به این موضوع توجه کردین شما شاید دوستانی دارین که مسیحی نیستن اونا هم به روزای سخت گرفتار میشن و مصیبتی بر اونو وارد میشه شاید گاهی حتی به کلیسا هم میرن حتی عضو کلیسا هم هستن ولی اگر ایماندار واقعی نباشن شیوه معمول حرف زدن اونا اینه نمیدونم چرا خدا جزه داده این اتفاق تو زندگی من بیفته شاید حتی فریاد بزنن خدایا شاید اگر به کلیسا رفتن بتونن دعای ربانی رو هم زمزمه کنن بدیشان گفت هرگاه دعا کنید گویید ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد ملکوت تو بیاید ولی این در نهاد و غریزه اونا نیست این فقط یک آین هست تمایز یک ایماندار حقیقی اینه که ایماندار راستین این غریزه نهادینه شده رو در خودش داره که گاهی حتی از دید ما هم پنهانه که در زمان مشکلات غریزه ما میخواد بگه ای پدر و این همون ناله و استقاسه هست توجه کنن که پولس چی میگه این درست همون ناله هست که روح القدس با اون در روحهای ما شهادت میده که ما واقعا فرزندان خدا هستیم حیرت انگیزه درسته؟ ولی یک پدر باید همین طور باشه اگه شما واقعا پدر هستین و بچه دارین دوست دارین اونا اینو در بدترین شرایط بدونن یادم میاد والدین من همیشه اینو به من میگفتن مهم نیست چه اتفاقی بیفته سینکلر من همیشه دوست داشتم بهشون بگم منظورتون از چه اتفاقی چیه میدونین مادرم همیشه عادت داشت به من بگه سینکلر هر اتفاقی هم برای من بیفته و من همیشه میخواستم در پاسخ بگم منظور چیه که میگی هر اتفاقی هم برای تو بیفته همیشه خیلی اتفاقات برای تو میفتن هر اتفاقی برای تو بیفته یادت باشه که ما کنارت هستیم بدون که ما دوست داریم بدون که ما خودمون رو وقف تو کردیم حالا اگه والدین انسانی گناهکار میتونن اینطوری باشن یادت میاد که عیسی فرمود پس اگر شما با آنکه شریر هستید میدانید چیزهای نیکو را به اولاد خود باید داد چند مرتبه زیادتر پدر آسمانی شما روح القدس را خواهد داد به هر که از او سال کند و بنابراین عیسی به ما تعلیم عالی میده و میگه که روح پسر رو را به ما عطا میکنه که وقتی در دوران سختی و بحران قرار داریم میتونیم به درگاه خدا استقاص و ناله کنیم وقتی اون کلمات از دهان ما در میان ناگهان میفهمیم من واقعا یک فرزند خدا هستم او واقعا پدر آسمانی من است هر اتفاقی هم که برای من بیفته میدونم که پیش اون در امان هستم غیر مسیحیان نمیتونن چون این تجربه ای رو داشته باشن چون اونا فرزندان خدا نیستن و نمیتونن از روی غریزه و باطن فریاد بزنن و بگن ای پدر آسمانی ولی وقتی از روح خدا تولد تازه پیدا میکنیم همچنان که روح خدا برای ما و در زندگی های ما کار میکنه این موضوع عمیقترین قسمت باطن ما رو میگیره و همه ما اینو میفهمیم اینطور نیست این موضوع خیلی عالی هست در حقیقت شما میتونین اونقدر به این موضوع عادت کنین که اهمیت اونو از یاد ببرین بعد یک اتفاقی میافته و میگین ای پدر من این امتیاز رو فراموش کردم شکرگزار تو هستم که روحی که به من بخشیدی روح پسرخواندگی هست که در روح من شهادت میده که من واقعا فرزند خدا هستم حالا این موضوع ما رو به آخرین نکته راهنمایی میکنه که میخوایم بهش فکر کنیم اگه خدا به ما روح پسر خودش رو داده ما رو در خانواده خودش پذیرفته و میخواد ما رو به خداگاهی برسونه که واقعا و واقعا بدونیم به اون تعلق داریم اون وقت متوجه میشیم یک بعد دیگه هم هست که پولس داره با جدیت روی اون کار میکنه تا در عبارتی در رساله به رومیان فصل 8 به ما بگه هدف نهایی خدا برای کسانی که فرزندان اون هستن چی خب فکر میکنم پاسخ متداولی که همه میدن اینه راستش هدف نهایی خدا اینه که همه چیزو برای خیریت کسانی که اونو دوست دارن و بر حسب اراده اون دعوت شدن استفاده کنه برای همینی که خدا ما رو از پیش برگزید دعوت کرد عادل چه مورد جلال داد پرسش اینه خدا چه نیکویی رو مد نظر داره این نیکویی چیه میدونید من گاهی میبینم یه تمایلی در ما وجود داره که بگیم تو از کجا میدونی که خدا واقعا تو رو دوست داره اون میگه چون همه چیزهای نیکو دارن در زندگی من رخ میدن خب توجه کنید وقتی همه بدیها در زندگی شما اتفاق میفتن قراره چی بشه خودمون نباید تعیین کنیم چه کار نیکویی قرار خدا برامون انجام بده و یک دلیل برای این موضوع اینه که در این عبارت خود خدا نیکویی رو که قرار انجام بده تعیین و تعریف کرده برای کسانی که خدا از پیش شناخت تعیین کرد که به شباهت پسرش در بیان که نخست زاده در میان برادران بسیار هست توجه دارین هدف نهایی خدا هدف کار روح القدس اینه که خداوند عیسی مسیح رو جلال بده یعنی همونطور که از رساله به عبرانیان دو عرض کردیم خداوند عیسی در پیشگاه خدای پدر میسته و میگه پدر من در حضور تو هستم و اینا فرزندانی که به من دادی خانواده که به من عطا کردی برادران خواهرانی که به من بخشیدی و دلیلی که روح القدس در قلب ما کار میکنه اینه که ما رو از طبیعتی که داریم بیرون بیاره ما بیشتر از اینکه عاشق خدا باشیم مرتد و خائن و دشمن خدا هستیم ما فرزندان شریر هستیم اینو یوحنای رسول میگه که رسول محبت هست یعنی یوحنای رسول ولی به فیض خدا ما وارد خانواده خدا شدیم و در این خانواده روح القدس هرچه بیشتر ما رو به شباهت پسر خدا عیسی مسیح تبدیل میکنه چون میگه که میخواد عیسی نخست زاده از برادران بسیار باشه بنابراین روح القدس در زندگی مسیحی شما شما رو شبیه عیسی میکنه و به این ترتیب برادران و خواهران مسیحی شما میتونن بگن خدایا این شخص داره هرچه بیشتر و بیشتر شبیه خداوند عیسی میشه من یک بچه دوستانی بودم و یک برادر بزرگتر داشتم که تقریبا سه سال بزرگتر از من بود و من در سراسر دوران دوستان و دبیرستان دنبال روح اون بودم به نوعی اون همه چیزهایی بود که من نبودم و گاهی من خودم رو در دوران دبستان میبینم و سالهای گذشته رو مرور میکنم و دقیقا همون معلمی رو که داشتم میبینم و خیلی باعث سرفکندگی من میشه بیشتر اوقات من خانم وودز رو به یاد میارم من فکر میکنم خانم وودز برادر منو تحسین میکرد و من یک تاثیر برعکس روی خانم آموزگارم داشتم و این خانم وودز هر روز یک عادتی رو داشت که تکرار میکرد ما جلوی اتاق کلاس صف می بستیم و باید دستامون رو دراز می کردیم اون می اومد و دستای ما رو بررسی می کرد که ببین آیا دستامون رو شستیم و زمانی که به آخر صف می رسید ما باید پشت دستمونو بر میگردونیم تا ببینه ناخونای دستامون کوتاهن یا نه و بعد به کفشای پسرها نگاه میکرد تا ببینه آیا اونا توی زمین بازی فوتبال بازی کردن یا نه و یکی یکی کفشا رو بی وارسی میکرد و بعد طبق عادت افراد اون دوران مدام دور ماها میچرخید دور میزد می‌خواستین دور برای این بود که ببینه هیچ آشغالی به موها نچسبیده باشه و بعد آخرین دور برای این بود که پشت کفشای ماها رو بررسی کنه و ببینه مثل آقاهای محترم پشت جلوی کفشامونو واک زدیم و برق انداختیم و و بعد تمیزترین و باهوشترین پسر رو مرخص میکرد بعد همینطور به ترتیب تا آخر صف و میرفت این کار عادت هر روز اون بود ولی تنها یک موقعیت هست که یادم مونده و اون وقتی بود که من تنها در آخر صف ایستاده بودم و تمام پسرهای دیگه رفته بودن به کلاس و نشسته بودن خانم وودز سر من جیغ کشید و صدای خیلی تیزی هم داشت خانم معلم سرم جیغ میزد و میگفت فرگوسن تو اصلا و ابدا مثل برادر بزرگترت نیستی منم مرخص خست می شدم شاید فکر کنین هنوز اثر زخم اون روزه روی روحم باقی هست ولی وقتی مسیحی شدم و شروع به فکر کردن در مورد این عبارت کردم اینطور به فکرم رسید امیدوارم خانم وودز در آسمان باشه تا وقتی اونجا برای نخستین بار ببینمش بتونم بهش بگم خانم وودز یادتون میاد؟ آخرین چیز رو درباره ما یا ارتباط با ما یادتون هست؟ یادتون میاد به من گفتین تو اصلا و ابدا مثل برادر بزرگترت نیستی حالا منو ببین من الان درباره برادر بزرگتر جسمانیم صحبت نمی‌کنم من دارم درباره منجی عیسی مسیح صحبت می‌کنم از اینجا که ما اصلا شبیه برادر بزرگترمون نیستیم ولی این محبتی که روح القدس نسبت به خداوند عیسی داره اونقدر زیاد هست که تصمیم گرفته ما رو در درون همون شخصیتی که داریم به فیض خدا هرچه بیشتر شبیه برادر بزرگ ما عیسی مسیح بکنه که نخست زاده از میان برادرانه بسیار هست روح القدس چقدر پدر رو دوست داره که ما رو در خانواده خدا دوباره متولد میکنه روح چقدر باید عیسی خداوند رو دوست داشته باشه که گناهکارانی مثل ماها رو شبیه اون بکنه پس ما نه تنها پدر رو ستایش می کنیم نه تنها پسر رو ستایش می کنیم بلکه در کنار پدر و پسر و همراه با تمام کلیسای عیسی مسیح نام روح القدس رو هم می و خدا رو برای هدیهش سپاس می گیم بیاین با هم دعا کنیم ای خداوندا ما برای عطیه روح القدس از تو سپاس گذاریم و نه تنها برای هدیه روح القدس که دادی بلکه برای روشی که تو کار و خدمت اونو آشکار فرمودی شکر میکنیم و ما میخواهیم تا تسلیم روح القدس باشیم و هرگز اونو غمگین نکنیم دعا میکنیم که روح القدس هرچه بیشتر ما رو شبیه خداوند ما عیسی مسیح بسازه و با همین دعا را به درگاه توی پدر ما در قوت روح القدس و در نام منجی عزیز ما عیسی میاریم آمین